اخیراً یه بحث مطرح شد در مورد آقای بابک زنجانی، گفتن شما با ایشون است که دیداری داشتین توی ایام انتخابات، این صحت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این حرف طبیعی است که این چیزایی گفته میشه. هر وقت شما مبارزه با فساد رو صداشو بلند کنی، به قول آقا نعره های بلند خواهد شد. من اصلا آقای بابک زنجانی رو تا امروز ندیدم، چه ایام انتخابات چه قبلش، تو کل عمرم. این که بعضی این کسا رو این مطالب رو مطرح میکنن چون میدونن چه فسادی صورت گرفته، چه حرکت هایی رو انجام دادن و خوشبختانه دادگاه داره این رو پیگیری میکنه و هرچی نزدیکتر میشه به اونها صداشون بیشتر بلند میشه و اینا یه حرکت های فرار جمعه جلوست. این بحث نمی کنم در مورد کرسن، میگن مناظره تو همین راستان میگی؟ بله، کرسن که من عرض کردم جای متهم تو دادگاهست، نه توی مناظره. من معتقدم اگر اون ابعاد پرونده کرسن برای مردم عزیز ما روشن بشه، وقت این همین متهمان وقت بعد سوراخ‌موش پیدا کنن، از ترس مردم، نه از ترس دادگاه و احکام و اینا، از ترس افکار عمومی که خب شما باید جواب بدی در برابر چنین رفتارهای غلطی و خیانتهایی که صورت گرفته. خوشبختانه البته به جایی که منشونم احکام زیادی در قضیه کرسن صادر شده، احکامش دادگاه صادر شده و افراد که در این قضیه متهم بودن محکوم شدن، بدون درستشون هم رسیده، حالا داره تو اونجا هم میرسه که اونها رو بیان میکنه. به اونها نزدیک شده کنه؟ بله، وقتی که نزدیک میشه طبیعتا صداشون در میاد، فرار رو به جلو میکنن. اون به نظر من اون موقع افکار عمومی وقتی که روشن بشود در این باره که من اینجا از قوه قضاییه میخوام که این قضیه رو برای مردم انشالله وقتی که دادگاه احکامش صادر شد و روشن شد طبق قانون، اون موقع روشن بکنن که چه موضوعی بوده و چه صورت گرفته. همین دروغایی که گفته میشه، آی مثلا با دیدار با بابک زنجانی، این یعنی چی؟ همین خودش یک شاهده. همین هایی که ادعای بحث دارن اصلا از اساس دروغه، نه اینکه بگیم در فلان تاریخ انجام نشده یا در فلان موضوع انجام نشده. حالا که اومده دروغ تر گفته، گفته حتی تو ایام انتخابات بود. من اصلا تو عمرم بابک زنجانی رو ندیدم. یعنی میخوام بگم این همین رو نشون میده که بر مبنای چه دروغ های روشنی کسانی برای فرار از اون اتهام های بزرگ، فرار از اون مفاسد بزرگ، اون رفتارهای غلطی که باعث شده به ملت، به مردم، به بیت المال ضربه های بزرگ بخوره، حالا دارن فرار به جلو میکنن. اینا چیزی نیست. ما این مسئله رو من تو انتخابات هم گفتم، تو مناظره هم عرض کردم به مردم شریفمون. بله، وقت من کسی نیستم که در مقابله با فساد، در مبارزه با فساد، با چهار تا دروغ و چهار تا مطالب اینطوری بخوام صحنه رو خارج کنم یا جا بزنم، بلکه سفتر خواهم ایستاد و میدونم هم صدای اینها بلند میشه و اینها امروز نگران اینن که مبارزه با فساد یه پشتوانه 14 میلیونی پیدا کرده، حداقل اگرچه همه مردم ما در برابر فساد جدی هستن. ما میدونم بالاخره اگر وقتی که چنین مطالبی مطرح میشه باز 14 میلیون مردم میان در این قضیه اعتماد میکنن و رأی میدن، اینا میخوان این اعتماد رو به اصطلاح خودشون ضعیف کنن. نه، این مردم احتمالاً با اتفاقا با بصیرت اومدن، میفهمن این بحثا رو، اهمیت این موضوعات رو میدونن، هم رأی به جهش کشور دادن 14 میلیون، هم رأی به مبارزه با فساد دادن، هم رأی به ایستادگی در برابر فشار خارجی دادن. اینا اون بحثای جدی است. ببین که حالا شما میبینید تو این چند روز بعد از اینها، اینا یه همچین رفتارهایی نشون میدن، اینا همون به اصطلاح تلاشای مذبوحانه است که به جایی نخواهد رسید.